وزیر خارجه چین تنش در شبه جزیره کره را به دو ترنی تشبیه کرده که به سرعت به سمت یکدیگر در حال حرکت هستند. وانگ ای امروز در پکن گفت حل بحران عزم دو طرف را می‌طلبد. وزیر خارجه چین پیشنهاد داد که کره شمالی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی خود را تعلیق کند و در مقابل آمریکا و کره جنوبی نیز مانورهای نظامی مشترکشان را تعلیق کند. به نظر او گام دوم بازگرداندن همه طرفین به میز مذاکره است تا به خواسته های دو طرف به طور همزمان رسیدگی شود. وزیر خارجه چین از چگونگی همکاری با آمریکا نیز صحبت کرد. همکنون دو طرف دارای گفتگوهای مفید میان رؤسای جمهوری و در دیگر سطوح دولتی هستند تا همکاری در همه زمینه‌ها را بسط دهند. تا زمانی که ما بر اساس توافق میان رؤسای جمهوریمان عمل کنیم، اصل عدم درگیری، احتمال متقابل و همکاری برد برد داشته باشیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که چین و آمریکا نتوانند شرکای عالی برای یکدیگر باشند. چین که تا دوران اخیر تنها دوست نزدیک کره شمالی بوده، اکنون فشار را بر پیونگیانگ افزایش داده تا برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را برای همیشه متوقف کند.